دوستای عزیز و بینندگان سلام خدمت شما، آرزوی صحتمندی سلامتی شما دوستان. امروز آمدیم در مرکز نوائنای، اما بسم ما شما را وعده داده بودیم که برنامه هنری نوائنای را میخواییم دنبال کنیم. آمدیم از نوی فعالیت ای هنرکده برای شما دوستان برنامه را تیمونیم، امیدواریم با ما همگام و همقدم باشید. واقعا یک جای بسیار زیبا و یک جای بسیار عالیه که هر فردی که بخواید در این مکان قدم بگذاره شوق میگیره و یک نوع احساسی که بر انسان انگیزه پیدا میشه، احساس پیدا میشه که باید در این راستا قدم برداره و همیشه دنبال کننده چنین یک برنامه بسیار عالی و همیشه نهاده نشدن چنین یک برنامه عالی در جامعه باشه. خب دوستان، میخواییم که امرای خود استاد این هنرکده صحبت هایی داشته باشیم و همچنین از نوی فعالیتی که استاد امروی شاگردایش این روز برنامه دارم، میخواییم که از این برنامه شما را مانگا بسید با ما باشید تایی که نزده که خود استاد مرمتا قابل دیدی که از نظر خلقاتی و از نظر هنری این مکان بسیار جای بسیار عالی و زیبای هم در قسمت نقاشی، در بخش خطاطی پیزی که ما تمام گزارش ها و معلومات را برشما بدیم به پیمان رای خود استاد در بخش مدیریت که این هنرکده فعالیت دارن از نزدیک شده. دیگه به نام یاد خدا و باعث سلام خدمت شما چنل خوبیتان و عزیزانی که تصویر ما رو میبینه، عرض سلام و ادب دارم. انشالله که همه هر جای دنیا که هستم لبشان خندان باشه، سرحال باشه. من فاطمه‌علی بنفشار فرزند ساحلی از منطقه زیبای کمرنگ استوای مانسفان هستم. مدت یک سال یا یک و نیم سال شکل بازار وجود هنرکده رو تأسیس کردیم، افتتاح کردیم و شاگردای خیلی خوب داریم. در این مدت یک و نیم سال رشد فوق‌العاده‌ای داشته در عرصه هنر خطاطی و نقاشی و همچنین آوازخوانی. ما خیلی خوشحالم از این قسمت در کار ما. کاروایش هم می‌بینید اینجا. بسیار عالی. استاد، شما گفتین یک نیم سال در این طول مدت یک نیم سال چی تعداد شاگرد در این هنرکده شرکت کرده و همیشه در این ما البته طرف های زمستان شاگرد زیاد داریم. در این مدت یک و نیم سال که ما اینجا بودیم، طرف هایی که درس شروع میشه، زمانی که درس شروع میشه شاگرد های کمتر میشه. البته ما همیشه هم میانگین 40 تا 50 60 نفر شاگرد همیشه داشتیم و استعداد های خوبی داریم. متاسفانه خوب بعضی هاش به علت آمدن هم به علت فقر اقتصادی شد. بله بله، فقر اقتصادی و تهیه لوازم نقاشی رو خطاطی. امین فعالیت شما استاد ما البته خوب بخش خوشنویسی را خوب است. بخش خوشنویسی را از حروف الفبا شروع کنیم. دیگر بعد از مدت که تا یار نادر خیش مسلکی یاد میگیره اگه میخوان میگیریم و بعد موریم روی شعر هم با نقی نشته مونیم هم با خودکار. در قسمت نقاشیم از خود طراحی با پنسیل سیاه شروع دیم تا رنگ روغن. فعلا هم خوشبختانه یک تعداد شاگردای ما رنگ روغن کار میکنه روی بوم کو طرف هست. در قسمت از این زمان شاگرد بر مور اول میاد از بخش خطاطی شروع مونه یا نقاشی شروع مونه؟ البته خوب ما آزاد گذاشتیم یک تعداد تنها خطاطی رو کار میکنه، تنها
خطاطیر کار بودن و اونا تنها خطاطیر، ولی بعضی اش کسن روزانه یک روز خط کار بودن یک روز نقاشی. در قسمت از اینکه شما ما آسفانی داریم چی تعداد شاگرد در بخش هنر موسیقی؟ البته موسیقی آوازخوانی ما فعلا قدر زیاد نیست، 6-7 نفر در حال فراگیری موسیقی آلات موسیقی و آوازخوانی کار می‌کنند که زیاد نیست، البته چون اکثری مشکلات مردم هم هست و از لحاظ اقتصاد هم هست، از لحاظ در کل مردم زیاد جو نداره زیاد بین آوازخوانی و در قسمت جمع نشده شما چه از طبق این مردم در صندوق جامعه کندگی با خبر هستید؟ البته ما طبقات حالا نکردیم، اما افتتاحیه که ما برگزار کردیم من کنسار از چهار طرف دعوت کردیم اومدن دیدن کارهای ما را خلاصه داکتیم دیگه ما طبقات نکردیم که طبقات کرده باشیم که ما گفت داریم ما یک بنام طبقات کنیم، ولی هر ما یک برنامه هنری ما داریم، هر ما یک برنامه هنری داریم داوود با دوستا متنفذین کنون دعوت میدیم به شکل بسیار اوستاد شور میخواییم که در قسمت نوی باید تیمون شاکردار شما میاد شما از اینا روز بگیرین چی رقم جمعان دارید شاکردهایی مستدرقا فقیره اونا رو چی رقم خدمات دارید و شاکردهایی که دارای اونا چی رقم کنون بارید البته خوب جامعه ما کلن جامعه فقیر است، جامعه بسیار بایستی داده از لحاظ استعداد خیلی بالا است، ولی از لحاظ دارایی به این سال که وضعیت خیلی خراب است. ما شاگردها و استعدادهای بسیار ناب و خیلی خوب داریم که امروز واقعا خیلی خوب درخشیدن، ولی متاسفانه اما ما 300 افغانی که مو 30 میلیم از شاگردها اکثریت از اونا را میتوان زیر نفر و ما مدت که تقریبا 20-25 نفر شاگردی که واقعا مزاید سیدم ما از طریق خود سالا با اونا کنار آمدم و وسایلی که اینا تنیم با اونا کنار آمدم و این دیگه در پیش خدا و خود مالیم که چقدر استعدادهای خود دیگه داریم که بود فقط به خاطر فیسی ماهانه و لوازم اساطیر نقاشی هم در نشونه داریم. خصوصا لشور عزیز ما در خدمت خود شما برای بیلیندا و دوستایی که ما رو میبینم ما یک تک وعده بر شما میدیم. ما میفهم که امیر مراکنه این آوینه که با این تک خلاصه بسیار زیبا و عالی در بخش خطاقی نقاشی و در موسیقی فعالیت کنه، ما میفهم میره همیشه دنبال کنیم و همیشه انشاءالله به اندازه توان ما دوستارم و ازش خواهش مونم که دست ویدیت از شاگردهایی که ناتوان از نظر مالی، از نظر اقتصادی و از نظر نوی ای که بتانه ای کار را پیش ببره، ای هنر را بخواه علی با من بیدیم، ما میخوایم که انشاءالله شما در هر برنامه که گرفتید ما را در اطلاع تجریان کنید که ما دوستارم ازش خواهش داریم که در این قسمت هنرکده در بخش فعالیتایش در بخش دستگیری شاگردهایی که مستضعف و فقیر اینا را انشاءالله ما به اندازه توان خود شاید سپورت بتانیم. خب میخوایم ابتدا بیاید از کارهایی که آن شاگردهای شما ماشاءالله تعداد زیاد شاگردان در این هنرکده دیده میشن، از این خطاطی‌ها و نقاشی‌هایی که حال تصاویر شده دوستا می‌بینم می‌خوایم یک یک شما متق از نوع فعالیت‌هایی که روی تصاویر شده روی خطاطی شده برای دوستا متقدری تصویر برای ما معلومات بدید بهتر بهتر و از نوع فعالیت‌هایی که حال شاگردای شما اشاره کنم دوستای ما که تصویر می‌بینه از نوع فعالیت‌های شاگردان دیدن داشته باشه و با خبر شونن که این هنرکده چه قصد تأثیرات داره و چه قصد کار خوب و عالی از این طریق. ما در قدم نخست شما و واقعاً احساس خوب شما در قسمت هنر تقدیم تشکر می‌کنم. از قدر اگر احساس خوب دارید واقعاً آواز از مورد دنیا میرسانید، تصویر ما رو و دوستان میبینن، ما در مدت یک و نیم سال شاگردای ما خیلی پیشرفت زیادی کرده، استعدادهای بسیار خوبی رابی ما داریم، استعدادهای خوبی داریم، ناب داریم، واقعا از این قسمت ما بسیار خوشحالیم. دستمزد از مهمی یک شاگرد رشد کنه و شاگرد روز به روز خوب شود. در این قسمت ما واقعا شما تشکر می‌کنیم و برنامه هایی که داریم هر ماه انشالله رو به امید خدا ما شما در جریان می‌گذاریم که حتما اینجی باید و اینجی باید شرکت کنید و از برنامه از مگزارش تهیه کنید و به دنیا پخش کنید.
ما الان مثلا هفته آینده یک شنبه ما حقیقتاً یک مسابقات با کرسی هنرکده نوای چی هنرکده همدرد بازار سنگین باشه داریم. حدود 25 الا 20 نفر شاگرد از ما در اونجا هنرجوی برتر از ما شرکت مونه. انشالله ما شما منتجیان میگذاریم و همین هم واقعتش خودش یک انگیزه میشه بخش هنرجوی ها. بسیار خوب، ما در قسمت از این فعالیت های شما که شما بسیار زیبا و عالی از همون نوع هر اطمینانی که شما داشته باشید برای دوستا برای آینده ذکر هم شکلی برای دوستا شما انشالله با امید خدا ما شما در جریان میگذاریم. از بخش ما انشالله را هر برنامه‌ای که داشته باشیم و هر پروگرامی داشته باشیم انشالله شما در جریان می‌گذاریم. حتماً باید شما در جریان باشید و گزارش هدیه کنید و همراه ما همراه باشید، دستگیر هنرجویا باشید. حتماً ما یک شنبه می‌خوایم بریم سنگ ماشه اکثر شاگردان ما باید مچر بگیریم، 25 شاگرد ما باید مشکل انتقال بدیم. حقیقتاً متوانیم حالا کرایه زی مچر مانده نمیمانده چون هنرجوی زیاده و اون جمع که تا از ساعت 9 مسابقه خواهد مشروع میشه تا ساعت 12 و برگشتن اینا حالا یک غذای چیز که باید اونجا باشن ما حقیقتا نمیم مشکلات برمانده میشه و اگر نم ما واقعا استعداد داریم که روز بروز روش کنه و اگر کسی باشه که واقعا دست دینار بگیره همکاری کنه نا واقعا نابغه هم شده جامعه ایران ها. البته ما در قسمت برنامه قبلی که شما گرفته بودید در این مکان یک گفت یادآور شدیم که این مکان به نظر ما در برنامه های شما بیدید گنجایش او جمعیت نداره و از او تیر شده در قسمت نوع فعالیت شما ما میگیم شما اگر میخواید یک محفل داشته باشید دوستا را، آدم های فرهنگی را، آدم های اجتماعی را، آدم هایی که در بخش هنر همیشه قدم برمیداره و بخش آدمایی که در بخش موسیقی کار مونه، خب از اطراف و اقصان و قاد جاگوری شما اگر در این برنامه داشته باشید و بیتربید ما مطمئنم که خودش هم جنبه تبلیغاتی رو برای خود میگره و هم این برنامه هنری شما بسیار سازنده پیدا مونه. در قسمت مکانش شما تا تانوز کدام اقدام کردید که از این مکان یک مکان کلانتر و وسیعتر تیار کنید؟ والا عرضم به حضورتان که ما این چی کم فعلا میبینید خوب میبینید که شاگردها اکثرا روی زمینه، روی زمین نقاشی مونه و خطاطی نه. ما جای ثابت نداریم چون جای ثابت ما یک دکان اون طرف دارم که دکان خیلی کوچیکه و گنجایش شاگردان نداره. اینجا هم که آمدیم در یک هتل که لسه ما اینجا کورس هم برگزار نمو برنامه های هر ماه که برنامه اعلان نتایج مسابقات داریم در بین خوب برگزار نمو. واقعتش هم ما هیچ کس خبر هم نمونیم ولی این مکان پر میشه واقعا جای سوزن نمونیم چون اینا احساس امزی مردم نسبت به هنر نشان میده چون مردم از ما و شما واقعا هنر پسنده و هنر زیبای خطاطی و نقاشی یک هنریه که هر کس واقعا این دوست داره. خب یک شعر هست هم اگر فرزند هنر باش، البته شعر شگ ما ابتدا غلط نکنیم، مگر فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. ما میخواییم همیشه انشاءالله در گوشه گوشه جامعه خود، در گوشه گوشه جاوری زیبا مردم و نسل جوان و نسل تحصیل کرده را بخصوص خوارا را ما در بخش هنری تشویق کنیم، ترغیب کنیم و پای اینا را در بخش اجتماعی ما بیشتر کشانده باشیم. خب استاد محترم میخواییم که از نوی فعالیت های شما یا تصاویرش دیدم بوده در اطراف کنیم دیوان و از نوی فعالیت های کار شاگرده های شما در اطراف از سالون اقدامونه همیت بر ما یک گزارش مردم درست در شما. اولا اینجا ببینید این عکس فرمانده علی پور، فرمانده علی پور یک فرد نیست، یک ملت است. نقاشی با پنسیل سیاه، بله با پنسیل سیاه که تکنیک اوائل نقاشی از این شروع میشه. دقیقا این قسمت این نقاشی که میبینید یک منظره قدیر کشان نقاشی کرده یک شاگردای خوبی ما هست. ای با مداد رنگی که اوایل کار از اینجا شروع میشه پنسل رنگه. بله دیگه همچین که میبینید اینا همه کارهای شاگردای پنسل سیاه اینا مداد رنگیه، اینا رو کار کردن مداد رنگی. دیگه این نقاشی که اینجا هست از مسابقات از مویه. دیگه اینجا مقام دیدیم اولش اینا دیگه پنسل رنگه و مداد سیاه پنسل سیاه هست. بله در این طرف اگر مشاهده کنید دوربینشون باید این نقاشی ها که هست روی بومه، روی پارچه، یک پارچه که
پارچه مثلا پارچه تراشو در جایه به نام کنویست مگیره یه جور میشه بازی قد برس کار میشه یه کارش مصطفی جان حسنیه که حدودا یک سال میشه که اینجا شاگرده و به عنوان شاگرد میه دیگه همچی که اون بالاها رو میبینید شاگرده از مون در قسمت اینا تازه اوائل اون کارش یکی روی بوم کار میشه یک قسمت از این موضوع میشه شاید کدوم نفر پیدا شد که حالوش تشویشگر از این موضوع بوده شد همه این فرد که میره نقاشی دیده مصطفی جان حسنی این مصطفی جان حسنی مورد تشویق هم قرار گرفتن حالا این نه این بنده خدا یک شاگرد لایق از ما که کار که در قابل شستشو هم است این روی پارچه قابل شستشو یا قابل تا کردنه که دیگه خیلی زیاد قدم مثلا میتونی نگه داری ما از نظر چی از نظر اجتماعی زمانی که بخوایم بررسی کنیم در کل ساحات بخصوص در کلان شهرها موضوع نقاشی یک چیز بسیار زیبا یک موضوع بسیار قابل توجه همین خود نقاشی به فروش مرد شما چه قصدی در اعلانات گذاشتید که بسیار به فروش بره یا یکی همین فردی که نقاشی که این مورد تشویق قرار بگیره در این قسمت هم کدام کار کردید نه ما یک قسم شده که هیچ کس تا حالا نمود از مو سوال هم نگده و ما البته در برنامه های همیشه گفتیم این شاگردای ما تشویق که تابلوهایش رو بخریم درست حالا خب زیاد این فایی کار نکردن بخاطر اینکه اینا تازه کارن ولی تا حالا کسی نیامده که خریدار باشد یا چی دونه چون مردم یکم اگه از هنر یکم فاصله داشته بودن تابلو رو بردار اینی کار پنسیل رنگه یه کار پنسیل رنگه یه رویش خواه هست کاغذ شاگردای بنا فردوان و مصطفی حسنی به کار کرده دیگه این پروگرامای سرنگه و رنگ روغن دیگه این شاگردا هنر پروازه خونین دلان است هنر آوازش به آسمان است اینه که دوستان عزیز در وقت خطاطی نشان گرفتی که نه تنها یک نقاشی بلکه خطاطی موضوع بسیار قابل توجه بوده که در این نرکده سرشکار شده و شاگردان فعلا بسیار عاشقانه سر این موضوع توجه داره و این را ادامه میدن بله بله خیلی خطاطی های خوب ما داریم که اتفاداتشون دستن خب استاد این شاگردان شما که الاسم بله. نیست فعالیت کنه اینا اینی چرا رقم داره؟ یک هسته اینی خط با خودکاره که خاطره جان مدت دو ماه میشه که این ثبت نام کرده خطش به یه حالت شده این بال رو خط سرخط بدیم یک سفر کلن اینا نوشته مونه که بسیار هم سیبا لحظه به لحظه خوش کنه مرغ باقی ملک تیمنیم از عالم خواهد دیگه اونو داره سر گرگ رو طراحی نه شاگرد خوب از مویه دیگه شیرین رد من رزش ببینید شیرین امینی توسط یک شخص خیر حمایت میشه شیرین امینی یک شخص خیر حمایت میشه که واقعا استعداد خوبی داره روزای اول وقتشی بند خدا فیس هم نداشت مشکل داشت ولی یک خیر آمدی را ساپورت کرد که واقعا رسمای بسیار به نظیر کشیده اینش طراحی کرده ولی اگر شما متوجه باشید اینا پنسل رنگ کار نه یعنی مای دوم میشه به نظر دوم میشه نه شیرین امینی یعنی کارایش که با پنسل سیاه کار کرده خیلی اگه استعداد فوق العاده داره ولی خب بنویت استعدادهای زیاد مدیر متاسفانه یک تعداد چی خب عمدن نمیتونه به خاطر تهیه لوازم خطاطی و نقاشی خوب اما خب همون قسمی که در ابتدای تصویر هم شما گفتیم که تمام مشکلات از این پروگرام و از این برنامه را شما در خود برنامه عمومی خود هم همراه ما شریک کردیم عمومی های گفتمانی که فعلا بسیار مختصر بودن هم برای دوستان ما شریک داشتیم ما از دوستان خود کل دوستان از ما خواهی کردیم که در یک برنامه هنری که داشتیم ما باید جنبار کنیم ما همیشه برای دوستان وعده میدیم که ما جنبار کنیم یک برنامه هنری و خواهی شما فقط یک شما سپورت مالی را شما فقط افرای مالی شده باشید در سالون دیگه هم بریم بله بله این قسمت هم این شاگرد ها در حالی نوشتنه آقای فاتح عزیز خط بسیار زیبا پیدا کرده مای سوم که اینچ کار مونه با خودکار بسیار بکش نقاش
دیگهش نقاش تو بحری نقش تو بحرم نقش قلبی خیلی زیبا ولی خلیش هم ماشاءالله خیلی خوب شد شکل شکسته و چیره کار منه در پول شکسته و نسته علیه این طرف هم تشکیف کردیم اینی هم انشاءالله را بزودی روز یک شنبه مسابقات داریم قد هنرکتی آقای همدرد سنگ ماشه بازی اینی موجود شد که قبل از قبل کم شد سازی کارش کارش نه باز اون روز باید لایف کار کنه که باز مو ان شاء الله رولم در جریان میذاریم دوستای کی سن اعلان نتایج چی و مقام شاگردان ان شاء الله رو دوستا میخوایم روی زمین تصویر یک سوال شما داشته باشیم. خب هر تصویر از خود یک معنا و مفهوم داره. بله این تصویر که شما خب یک جمجمه سر، یک دانه سیب، یک دانه بردنه و همچنین یک برس، خب یک تا کتاب یا دفترچه دیده میشه، همین اصل مفهومی از این تصویر برای ما چیه؟ این مفهوم البته این خب تکمیل هم نشده، یک سری چیزهای دیگه هم هست. کتاب هنره دقیقا این کتاب هنره و این وسایل که اینجا شما میبینید برس و کاردک نه اینا موالی وسایل هنره کلن از لحاظ نقاشی کلن نقاشی در این خلاصش ده. همه این نقاشی خلاصش ده چون تکنیک هایی که به اصطلاح سایه پرداز زیر روشن چهره انسان میوه تکمیل روی زیمده این کتابی که برجسته نشون میده البته هنوز تکمیل نشده این که تکمیل شد انشاءالله ما تصویرش در اختیارشون میدیم این معنا و مفهوم خیلی زیاد داره در بخش هنر چون تکمیله بله. تکمیل آره. خب بریم طرف سالون من البته در این قسمت اگه توضیح خودی که ما روی مفهوم میدیم با اجازه شما مفهوم ما این مفهوم برای دوستای خود میتونیم یادآور شونیم که اگر فردی که در قید حیات باشه با تمام زندگی لذت‌های زندگی خود اگر او به هنر بیره علمی بعد از اینکه بزن خودش اگر رفتنی باشه خودش رفته باشه که جمجمه سر نشانگر از اینکه بگیم از نظر جسمی انسان نابود شده باشه از نظر روحی خود انسان قطعا هستن و از نظر روحی زمان نابود شده باشه ولی این که هنرش زنده 100% دقیقاً زنده بله وسایلش زنده هنرش کارهایش زنده دقیقاً آثارهایش زنده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالم که دیگه نه خواهم نم دیگه این چیزا رو ما برای دوستا و برای سلام شده دیگه یک گپ یادآور میشه. این ابتدا در پای شما تلاش در پای ما انشاءالله تلاش کنیم که با تمام توانی که ما داریم انشاءالله دست تمام فعالیت‌های شما شدیم در قسمت از نوی کاری که شما خود شما میخواید در این هنرکده داشته باشید هر موضوعی که بخاطر پیشرفت شما باشه بخاطر سهولت از این مجموع شاگردان باشه شما برنامه را ریختید چی رقم بسا در کدام جای در کدام مکان و از کش در کدام مواقع مورد ضرورت که ما برای درستان خود رو شریک کنیم. خب در این قسمت ما هر قدر که بگیم که شاگردان میرن روی کف سالون نشسته یا روی فرش نشسته خب دوستا شاید هم در ذهنش نرسه که الان کدام مواد مورد ضرورت هست ما این تفایش را شما داریم که شما برای دوستای اما مواد هایی که مورد سهولت باشه که شاگرد های شما در سهولت بتانه یه هنر در بساخت پیش ببره و خود شما بتانه بسار کن ارائه خدمت بتانید امین تمام مواد های کمپوتی را باشه که برای دوستا یادآور شنید و از طرف در قسمت سالون، چوکی، میز یا هر مواد دیگه قابل ذکر باشه شما میتونید کوره یاد باشه تشکر ما البته دفعه اول که واقعا یک مکان مناسب ما نیاز داریم که ثابت باشه در این ساتن. بعد چوکی ها و میز ها مون نیاز داریم که شاگردا بتونه راحت اونجا نقاشی بکشه و فعالیت کنه دیگه در هر ما باز مو برنامه مسابقات داریم که مون میخوایم واقعا گسترش بدیم بین که سنگ ماشه، انگوری و خود جاوری ایلات نداره خب مصرفاتی از لحاظ هزینه داره هزینه داره که تقریبا مو خود ایرمون دقیق یاده ها نمیتونیم بشونیم چون مصرف داره کم زیاد میشه دیگه ای باز هر ما
مو باید جوایز بخشیم شاگردای برتر در نظر بگیریم اینا تشویق شنه و یک انگیزه شنه اینا هزینه هایی که مو واقعا نیاز داریم جای بسیار خوب ما همون قسم که ابتدا گفتیم ما به اندازه توان خود انشالله در هر موضوعی که شما در هر پروگرام شما داشته باشید در برنامه شما داشته باشید یک بخش شما خوندی میشید ما میگیریم انشالله ما شما یک سلامت باشید تشکر قسمتی که خطاقی هم روی نایا یا برگنایا برگنایا معلوماتی مجون توزه خطواتی با چی را خلاص کده حروف الف بار خلاص کده اینی سرخط را مو دیدیم زی ارباب ادب دریا بادا ای امو ابتدای شعر زی ارباب ادب دریا بادا چون چند کلمه زی حروف الف با الف ری امو اوائل حروف الف با اینجا آمده زیاد به کار اگر متوجه باشه زیرباب ادب دریا باداب این مسرخط میدیم ایشان هم نوشته کرده پایین بازی ما اسلام نیم که این قسمت مشکل داره این قسمت خیلی خوب نوشته که روز بعدی اینجا کار نمیشه در قسمت پیدای برنامه ما از علف با شروع مونیم بله حروف علف بار تکمیل ما تدریس مونیم تا یاره بعد یک امتحان میگیریم از زمان چون هر حرف چهار نمره باشه نمره اگر بالای 5 نمره گیری کامیاب باشم مورد شعر مینویسم اگر زیرش بود دوباره حروف الف بار باید تکرار کنم فهیمه جان آن فعلا این کامیاب شده در قسمت حروف الف بار مو شعر ابتدایی رو شروع کردیم زیاد سخت نمینویسیم به خاطر تازه ایشان مثلا این کار خود چه که نشته کرده این جمع تمرین مونه باز مون این عید گیری نیکی دیگه فردا ان شاء الله تکرار خب دوست عزیز این بود مجموع گپا و برنامه هایی که ما برای مسئول مجموعه نوای نای و سلسل اشور عزیز داشتیم از شما خواهش نهایی را این رو داریم که ما همیشه دنبال کنندی فعالیت های هنری هنرکده خواهیم بود و از دوستایی که بیننده برنامه ما هستند تقاضای این رو داریم که برنامه ما را چینل ما را سابسکرایب نمونه و همیشه دنبال کننده باشید ما میخواییم انشاءالله برنامه خوب و عالی دیگر را در شما تهیه کنیم تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا و به همتا بسپاریم خدا یار و نگهدار همه دوستان